بسم الله الرحمن الرحیم. به لکچر ویدیوی کیمیای عضوی خوش آمدید. تدریس کننده پوهنیار محمد طاهر امینزاده. موضوع این لکچر معرفی کیمیای عضوی می باشد. در این لکچر شما می آموزید که کیمیای عضوی چی است، اهداف کیمیای عضوی، کاربرد کیمیای عضوی و همچنان تاریخچه کیمیای عضوی چی می باشد. این لکچر را با پاسخ دادن به یک سوال آغاز میکنیم، یعنی سوالی که با پاسخ آن شما بهتر در مورد اهمیت، بزرگی و کاربرد کیمیای عضوی در زندگی روزمره آگاه میشوید. سوال طوری است که کیمیای عضوی چیست و چرا باید کیمیای عضوی مطالعه کردید؟ شما آگاه هستید که بیش از 50 میلیون مرکبات مختلف النوع کیمیایی در طبیعت به شکل طبیعی و یا مصنوعی موجود میباشد که از جمله 99% آن را مرکبات عضوی تشکیل میده. برای درک بهتر اهمیت کیمیای عضوی، بدن انسان را در نظر میگیریم. بدن انسان 62% از آب، 16% از پروتئین، 16% از فت یا لیپیدز، 1% از کربوهیدرات و 6% از مینرال ها ساخته شده است. وظیفه اساسی فت یا چربی و کربوهیدرات تولید انرژی می باشد که کربوهیدرات 4 کالری پر گرام انرژی تولید می کند و فت 9 کالری پر گرام انرژی تولید می کند. کربوهیدرات در وجود ذخیره نمی شود، یعنی در 24 ساعت مصرف می شود، ولی فت در وجود ذخیره می شود. همچنان انزایم ها که باعث هضم غذا می گردد از جمله پروتئین می باشد. سیستم دفاعی که در مقابل میکروب و ویروس از وجود دفاع می کند از جمله پروتئین می باشد. جلد، موی، ناخن، دیوار حجروی، خون، عضلات، تمام اینها از پروتئین ساخته شده است. پس مطالعه چنین مولکول های حیاتی وظیفه کیمیای عضوی می باشد. امثال اینها به میلیون ها مرکبات مانند غذا، لباس، چوب، پلاستیک، دوا، پترول، دیزل، صابون، عطر و غیره که در زندگی روزمره ما و شما رول حیاتی بازی میکند از جمله مرکبات عضوی میباشد. تعریف کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که ساختمان، خواص، ترکیب، سنتز و تعاملات مرکبات عضوی کربندار را مطالعه می نماید که در آن بین اتم های کربن رابط اشتراکی موجود باشد. پس در تعریف کیمیای عضوی دو چیز مهم می باشد. یکی این که تمام مرکبات عضوی از کربن ساخته شده و دوم این که بین اتم کربن همیشه رابط اشتراکی می باشد. یعنی شما باید فرق کربنی که در مرکبات عضوی استفاده می شود و کربنی که در مرکبات غیر عضوی مانند کاربویدها و کربونیدها که موجود می باشد بدانه. در مرکبات عضوی کربن به شکل رابطه اشتراکی با هم وصل است، ولی در مرکبات غیر عضوی به شکل ایونی وصل می باشد به اتم های دیگر. اصطلاح کیمیای عضوی از کلمه ارگان گرفته شده که معنای عضو را می ده. یعنی در اوائل مردم فکر میکردن که مرکبات عضوی تنها و تنها توسط ارگانیسم های زنده ساخته میشود و علت همین بود که اصطلاح کیمیای عضوی برای مرکبات داده شده بود. ولی حالا ما شما میفهمیم که بیشترین مرکباتی که در طبیعت وجود دارد در لابراتوار، یعنی به شکل مصنوعی ساخته شده. معمولترین عناصر موجود در مرکبات عضوی عبارتند از کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فسفرس، سلفر و هلوژن ها می باشند که در قدم اول کربن در تمام مرکبات عضوی موجود می باشند و بعد از او هیدروژن همچنان در بیشتری مرکبات عضوی موجود می باشد که ما و شما برای مرکبات عضوی بعضی اوقات هیدروکربن ها نیز می گوییم. پس باید در مورد
این عناصر کمی معلومات داشته باشه. تمام این عناصر را شما قبلا در کیمیای عمومی مطالعه نمودید، ولی حالا ما یک مروری بر این مرکبات میکنیم که باشد داشته های شما ریفرش شد. کربن. سمبول کربن C بوده که در گروه 4A و پرید 2 قرار دارد. شما میفهمین که گروه نمایندگی از تعداد الکترون های مدار آخر را میکند یا الکترون های ولانسی، و پریود نمایندگی از تعداد مدار اتم میکند. پس در اینجا کربن در گروه 4 قرار دارد، یعنی تعداد الکترون های ولانسی یا الکترون های مدار آخر آنها 4 میباشد. و پریود 2 قرار دارد، یعنی کربن دارای دو قشر، اتمی کربن دارای دو قشر می باشد. نمبر اتمی کربن 6 بوده و ترتیب الکترونی آن قرار ذیل باشد، 1s2 2s2 2p2. نمبر اتمی که نمایندگی از تعداد پروتون یک اتم می کند، و در یک اتم همیشه و همیشه تعداد پروتون آنها مساوی با الکترون می باشد. یعنی چون اینجا میبینیم که کربن دارای 6 پروتون است، پس کربن دارای 6 الکترون نیز میباشد که 2 الکترون آن در قشر اول و 4 الکترون آن در قشر آخر میباشد، که 4 الکترون به نام الکترون های ولانسی یاد میگیرد که در تعاملات کیمیایی شرکت میکنند یا سهم میگیرند. ترتیب الکترونی میبینیم که 1s2 از مدار اول است و 2s2 2p2 از مدار آخر است. پس مدار آخر آن اتم کربن باید دارای 8 الکترون باشد که حالت اوکتیت خود را تکمیل نماید. پس کربن با 4 الکترون دیگر ضرورت دارد تا حالت اوکتیت خود را تکمیل نماید. و اهمیت کربن در مرکبات عضوی از همین خاطر است که کربن برای کربن مشکل است که 4 الکترون از اتم دیگر بگیرد تا حالت اوکتیت خود تکمیل کند، و یا هم 4 الکترون از دست بدهد. پس نیاز است که این 4 الکترون ای با اتم های دیگر شریک بگذارد که حالت اوکتیت خود را تکمیل نماید. یعنی برای کربن اتم کربن آسان تر است که الکترون های خود را شریک بگذارد، و همین علتی است که با میلیون ها اتم کربن پهلو به پهلو به شکل رابطه اشتراکی با هم وصل شده می تواند، که می تواند به شکل زنجیری و یا هم به شکل حلقوی موجود باشد. کربن از جمله عناصر تتراوالنت بوده، یعنی در مرکبات عضوی دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. پس زمانی که 4 الکترون کربن با 4 الکترون اتم دیگر رابطه اشتراکی بسازد، در حقیقت 4 رابطه را می سازد، چون هر رابطه از 2 الکترون ساخته می شود. رابطه اشتراکی از 2 الکترون ساخته می شود. پس زمانی که 4 الکترون با 4 الکترون اتم دیگر شریک شود، 4 رابطه می سازد. یعنی کربن از جمله تتراوالنت می باشد، که این رابط می شود به شکل یگانه، دوگانه و یا سه‌گانه باشد، ولی شرط این است که باید 4 رابطه داشته باشد هر اتم کربن. در اینجا ببینید کربن 1 رابطه، 2 رابطه، 3 رابطه، 4 رابطه. در اینجا 2 رابطه، 3 رابطه، 4 رابطه. و در اینجا کربن دارای 3 رابطه بین خود دارد و 1 رابطه با کربن دیگر و یا اتم مختلف دیگر دارد. هیدروژن. سمبول هیدروژن H بوده که در گروه 1A و پرید 1 قرار دارد. یعنی تعداد الکترون های ولانسی هیدروژن 1 می باشد. نمبر اتمی هیدروژن 1 بوده، پس ترتیب الکترونی آن قرار ذیل می باشد، 1s1. پس هیدروژن برای تکمیل حالت اوکتیت خود به 1 الکترون ضرورت دارد تا خود را به گازات نجیبه تبدیل کند، و ای از جمله
استثناءات قانون اوکتیت می باشد که پسانتر شما ایره می خانه. در حالت اوکتیت یک تعداد استثناءات موجود می باشد که یکی آنها این است که هیدروژن حالت اوکتیتش 2 می باشد و از دیگر اتم ها 8 می باشد و حال استثناء دیگر حالت اوکتیت شما در فاسفورس و سلفر می بینید. پس هیدروژن فقط به یک الکترون نیاز دارد که حالت اوکتیت خود را تکمیل کند. یک الکترون خود را به الکترون اتمی دیگر شریک می‌گذارد و فقط یک رابطه را تشکیل می‌دهد. یعنی هیدروژن از جمله مونوولنت است. یعنی در مرکبات عضوی دارای یک رابطه می‌باشد. در اینجا شما می‌بینید که هیدروژن یک رابطه دارد. هیدروژن یک رابطه. هیدروژن یک رابطه. یعنی فقط یک رابطه گرفته می‌تواند. یک الکترون از خود هیدروژن و یک الکترون از کربن بین شریک میشه یک رابطه اشتراکی میسازه. اکسیژن سمبول اکسیژن او بوده که در گروپ 6A و پیریود 2 قرار داره. نمبر اتمی اکسیژن 8 بوده و ترتیب الکترونیان قرار ذیل میباشد 1s2 2s2 2p4. یعنی الکترون های ولانسی اکسیژن 6 میباشد. در مدار آخر دارای 6 الکترون است. یعنی فقط به 2 الکترون نیاز دارد که حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی خود را تکمیل کند. یعنی 2p4 است، p4 به p6 تبدیل می شود. اکسیژن از جمله عناصر دایولنت بودند. یعنی در مرکبات عضوی معمولا دارای 2 رابطه اشتراکی می باشد. پس زمانی که 2 الکترون خود را از P4 شریک بگذارد با اتمی دیگر در حقیقت 2 رابطه اشتراکی ساخته. یعنی در مرکبات عضوی دارای 2 رابطه اشتراکی می باشد. زمانی که 2 الکترون شریک بسازد 2 رابطه بسازد 2 جور الکترونش آزاد باقی بماند. چون حالت اوکتیت اکسیژن 8 الکترون است، 2 الکترون 2 الکترون 4 الکترون و 2 جوره الکترون به شکل آزاد یا لون پیرز باقی میماند که مثال اینها میتانول است که اکسیژن یک رابطه با هیدروژن دارد و یک رابطه با گروپ میتایل دارد و 2 جوره الکترونش به شکل آزاد باقی میماند. هایبریدایزیشن ای عناصر شما در لکچرهای بعدی میخواند که چه طور ای رابطه ساخته میشوند. نایتروژن سمبول نایتروژن N بوده که در گروپ 5A و پیریود 2 قرار دارد. نمبر اتمی نایتروژن 7 بوده، پس ترتیب الکترونی آن قرار ذیل می باشد 1s2 2s2 2p3. یعنی فقط به 3 الکترون ضرورت دارد تا حالت اوکتیت خود را تکمیل کند. 5 الکترون در مدار آخر دارد و 3 الکترون از اتم دیگر و یا از اتم خود مشابه می گیرد که شریک می گذارد که حالت اوکتیت خود را تکمیل کند. نایتروژن از جمله عناصر تریوالنت بوده، یعنی در مرکبات عضوی دارای 3 رابطه اشتراکی می باشد. با 3 الکترون ضرورت دارد و این 3 الکترون با از اتم دیگر شریک میگذارد با اتم دیگر و این می شود که 3 رابطه را می سازد. پس مثال اونها میتایل امین است که نایتروژن یک رابطه با هیدروژن، یک رابطه دیگر با هیدروژن و یک رابطه با میتایل دارد. و یک جور الکترونش به شکل آزاد باقی میماند که در میشه که در تعاملات سهم بگیره. فاسفورس سمبول فاسفورس پی بوده که در گروه 5A و پریود 3 قرار دارد. نمبر اتمی فاسفورس 15 بوده، پس ترتیب الکترونی آن قرار ذیل میباشد 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. چون پریود 3 است دارای 3 قشر میباشد که در قشر آخر آنها اتم فسفرس 5 الکترون موجود می باشد 1 2 3 4 5 الکترون. پس به شکل طبیعی فسفرس به 3 الکترون ضرورت دارد که حالت اوکتیت خود را تکمیل کند. ولی پیشتر گفتیم که در فسفرس هیدروژن و سلفر در حالت اوکتیت اینها استثناءات وجود دارد. یعنی زمانی که فسفرس 3 الکترون خود شریک بگذارد حالت اوکتیت اینها 8 می باشد و اینجاست که فسفرس 3 رابطه را می سازد. ولی زمانی که
فاسفورس از اوربیتال دی خود استفاده کنه. در اینجا اوربیتال خالی دی نیز موجود می باشه و در حالت دادن انرژی الکترون ها به حال اوربیتال دی می رود، یعنی میشه که الکترون هم جدا شود، الکترون به اوربیتال دی می رود. زمانی که الکترون به اوربیتال دی رفت، پس اینجا است که حالت اوکتیت فاسفورس به ده الکترون تبدیل می شود. زمانی که حالت اوکتیتش به ده الکترون تبدیل شد، پنج الکترون را شریک می گذارد با اتم های دیگه، میشه که پنج رابطه اشتراکی بسازد. پس همین علت است که فاسفورس در مرکبات عضوی می تواند که سه و یا پنج رابطه اشتراکی داشته باشد. که مثالش میتایل فاسفیت است. شما میبینید فاسفورس یک جور رابطه با رابطه دوگانه با اکسیژن دارد، یک رابطه با اکسیژن، دیگر رابطه با اکسیژن و دیگر رابطه با اکسیژن، یک دو سه چهار پنج، پنج رابطه را ساخته. یعنی ای رابطه چطو ساخته میشه، چطو سه رابطه، چطو پنج رابطه، ایره شما در لکچر بعدی یعنی در هایبریدیزیشن عناصر فاسفورس سلفر و کربن میخونیم. سلفر، سمبول سلفر S بوده که در گروپ 6A و پیروید 3 قرار داره. یعنی سلفر دارای 6 الکترون در مدار آخر می باشه. نمبر اتمی سلفر 16 بوده، پس ترتیب الکترونیان قرار سل می باشه. 1S2، 2S2، 2P6، 3S2، 3P4. در اینجا سلفر مانند فاسفورس نیز دارای اوربیتال D می باشه. پس سلفر نیز مانند فاسفورس دارای میتواند مرکبات عضوی دارای دو و یا شش رابطه اشتراکی باشد. دو رابطه زمانی است که فقط الکترون ها حالت اوکتیت سلفر 8 الکترون باشد. یک الکترون دو الکترون شریک میگذارد، حالت اوکتیت خود را تکمیل میکند 8 الکترون و اینجاست که دو رابطه میسازد و هرگاه از اوربیتال دی خود استفاده کرد، یعنی الکترون های جوره در حالت دادن انرژی به اوربیتال دی رفت، اینجا است که حالت اوکتیت سلفر به 12 تبدیل می شد. یعنی برای تکمیل حالت اوکتیت سلفر 12 الکترون ضرورت می باشد. پس اونجا است که 6 الکترون خود را شریک می گذارد که حالت اوکتیت خود را تکمیل کند. پس سلفر در مرکبات عضوی می تواند 2 و یا 6 رابطه اشتراکی باشد. مثال که دارای دو رابطه اشتراکی است میتان تیول است یا میتایل تیول. در اینجا شما میبینید که سلفر یک رابطه با هیدروژن و یک رابطه با میتایل دارد و دو جور الکترونش به شکل آزاد باقی مانده، ولی زمانی که دارای شش رابطه باشد، در اونجا است که الکترون های آزاد وجود ندارد. هلوجن ها، هلوجن ها مانند فلورین، کلورین، بروبین و آیدین در گروپ 6 قرار دارند. ترتیب الکترونی آنها NS2 NP5 می باشد که N از دو قیمت می گیرد. زمانی که دو قیمت داده شود، 2S2 2P5 از جمله ترتیب الکترونی فلورین می باشد که در مدار آخر خود دارای 7 الکترون می باشد. فقط به یک الکترون نیاز دارد که حالت اوکتیت خود را چگونه تکمیل کند و الکترون میشه که از اتمی دیگه با اتمی دیگه شریک بگذارد و حالت اوکتیت خود تکمیل نماید. هلوجن ها نیز مانند هیدروژن از جمله مونوولنت است، یعنی در مرکبات عضوی دارای یک رابطه اشتراکی می باشد. که اینجا شما مثالی از پروپایل بروماید میبینید یا دو بروم و پروپون. برومین فقط یک رابطه با کربن دارد، یعنی یک الکترون از کربن و یک الکترون از برومین شریک ساخته شده، رابطه اشتراکی ساخته و سه جوره الکترون به شکل آزاد باقی ماند. حالا تفاوت بین مرکبات عضوی و غیر عضوی را مطالعه میکنیم. مرکبات عضوی دارای رابطه اشتراکی می باشد. مرکبات غیر عضوی معمولا دارای رابطه ایونی می باشد. مرکبات عضوی معمولا در آب حل نگردیده و هادی برق نمی باشد. مرکبات غیر عضوی معمولا در آب حل شده و هادی برق می باشد. مرکبات عضوی معمولا در محلل های عضوی مانند الکل، کلروفرم، ایتر، بنزین و غیره حل می گردد، ولی مرکبات غیر عضوی در محلل های عضوی حل نمی گردد.
به صورت عموم مرکبات عضوی می سوزند، یعنی زود آتش می گیرند، ولی مرکبات غیر عضوی نمی سوزند. مرکبات عضوی دارای نقاط غلیان و ذوبان پایین بوده و معمولا در اثر حرارت تجزیه می گردند. مرکبات غیر عضوی دارای نقاط غلیان و ذوبان بسیار بلند بوده و در اثر حرارت تجزیه نمی شوند یا به مشکل تجزیه می شوند. مرکبات عضوی مفر می باشد چون نقطه غلیان اینها بسیار پایین می باشد، مانند اسیتون بسیار آسان اینها فرار میکنند، مفر می باشد، ولی مرکبات غیر عضوی مفر نمی باشد. سرعت تعامل مرکبات عضوی بطی می باشد، ولی سرعت تعامل مرکبات غیر عضوی سریع می باشد. مرکبات عضوی دارای گروپ های مشخص بوده که به نام گروپ های وظیفوی یا فانکشنال گروپس یاد میکردند. در اینجا شما میبینید که گروپ های وظیفوی مختلف در جدول وجود دارد که امین است، الکل، ایتر، الکل هلاید، تیول، الدهاید، کیتون، استر، کاربوکسیلیک اسید، اماید. تمام اینها باعث میگردد که کربن چی شود؟ قطبی گردد. یعنی موجودیت این گروپ ها باعث شده که مرکبات مختلف عضوی دارای تعاملات مختلف را انجام دهند. میشه که بالای کربن تعاملات صورت بگیرد و یا هم بالای گروپ های وظیفوی متصل به کربن. در یک مرکب عضوی میشه یک گروپ وظیفوی، دو گروپ وظیفوی و یا چندین گروپ وظیفوی مشابه و یا مختلف النوع موجود باشد. تاریخچه کیمیای عضوی. تاریخچه کیمیای عضوی از اوایل بشریت شروع شده، یعنی مردم از اوایل بشریت از مرکبات مختلف کیمیای عضوی استفاده میکردند و از میتودهای مختلف کیمیای عضوی برای ساخت مرکبات عضوی استفاده کردند. به طور مثال مردم از بسیار سابق میدانستند که چطور مشروبات الکلی ساخته شد، یعنی از میتود عضوی تقدیر مشروبات الکلی می ساختن، و یا هم آنها می دانستن که صابون چطور ساخته شد، از چربی حیوانی و یا نباتی، از روغن نباتی اینها صابون می ساختن که یک میتود عضوی است، و یا هم از نباتات خوشبودار، گلهای خوشبودار اینها عطریات استخراج می کردن. ولی ما با تاریخچه کیمیای عضوی میپردازیم که باعث رشد کیمیای عضوی گردید. یعنی در سال 1675 میلادی یکی از کیمیاتان فرانسوی به نام لیمری مرکباتی را که از منابع طبیعی به دست می آمد به سه دسته تقسیم نمود: منرالی، حیوانی و نباتی. در سال 1784 میلادی لاوازیر توسط تجربه نشان داد که تمام مرکباتی که از حیوانات و نباتات به دست می آید همیشه دارای کربن و هیدروژن بودند و اغلبا دارای نیتروژن و فسفرس می باشد. لاوازیر یک تجربه را انجام داد، یک مواد عضوی، مرکب عضوی را سوختاند که در نتیجه کربن دای اکساید آب حاصل شد و ای توسط همین تجربه به اثبات رساند که تمام مرکبات عضوی دارای کربن و هیدروژن می باشد. همیشه دارای کربن و هیدروژن می باشد. و اغلبا دارای نیتروژن و فسفرس می باشد. پس بعد از این تجربه لاوازیر مرکبات عضوی مرکبات کیمیایی به دو دسته تقسیم کردیم که مرکباتی که توسط ارگانیسم زنده ساخته می شود به نام عضوی یعنی ارگانیک و مرکباتی که توسط ارگانیسم زنده ساخته نمی شود به نام غیر عضوی یا این ارگانیک یاد. در سال 1815 میلادی یک عالم سویدنی به نام برجیلوس نظر داد که مرکبات عضوی تنها تحت تأثیر قوی حیاتی ساخته می شود یا ویتال فورس، یعنی تنها در ارگانیسم زنده یا توسط ارگانیسم زنده مرکبات عضوی ساخته می شود. این نظریه به نام ویتالیسم یا قوی حیاتی یاد کردید و همین نظریه بود که باعث کندی در رشد کیمیای عضوی گردید. در سال 1828 میلادی یک کیمیادان آلمانی به نام فریدریک وهلر
از یک مرکب غیر عضوی امونیم سیانت یک مرکب عضوی یوریا ساخت. امی تجربه بود که فریدریک وولر انجام داد و باعث از بین رفتن نظریه ویتلیزم کردید که بیان می نمود که تنها مرکب عضوی توسط ارگانیسم زنده ساخته می شود. وولر امونیم سیانت که یک مرکب غیر عضوی بود را حرارت داد که بعد از حرارت دادن او یوریا یک مرکب عضوی را به دست آورد. فریدریک وولر در یک نامه به برزیلوس نوشت که ما حالا می توانیم بدون کمک گرفتن از کلی انسانی و حیوانی یوریا را در لابراتوار تولید نماییم. بعد از این تجربه رشد کیمیای عضوی سریع گردید و به میلیون ها مرکب عضوی ساخته شد. نظریه ویتلیزم زمان کاملا از بین رفت، زمانی که کولبی از حرارت دادن میتیل سیانید با پوتاشیم پرمنگانات در موجودیت تیزاب نمک توانست تیزاب سرکه یا استیک اسید را بسازد. میتیل سیانید با پوتاشیم پرمنگانات در موجودیت حرارت و اسیل حرارت داد و در نتیجه استیک اسید را ساخت. و همچنان برتیلوت توانست میتان را از حرارت دادن و جریان برق از کربن و هیدروژن به دست بیارد که کربن و هیدروژن حرارت داد در موجودیت جریان برق و این شد که و در نتیجه میتان را ساخت. بعد از این دو تجربه نظریه ویتلیزم کاملا از بین رفت و مرکبات عضوی مختلف نوع به میلیون ها در لابراتوار به شکل مصنوعی ساخته شد.